از راه دوره توی دروازه، توی دروازه گل برای زوباهن به وسیله این بازیکن جوان یعنی محسن مسلمان به دست میاد. در همین دقایق ابتدایی زوباهن دروازه اصفهان رو باز میکنه. از زدن گلتون به طرف تماشاگر اصفهان رفتین، علتش همه تماشاگر اصفهان رو فرق نمی کنه. زوباهن خود منصوری پاس رو به جلو، موقعیت هست برای محمد رضا خلعتبری و از دروازه بیرون اومد محمد. درگی که نباشد اونجا نزده بیرون، چون هممون ایستاده بودیم توپ بزنیم بیرون، برای میرین تقریبا بزنیم توپ، شاید اینجا بخوان گل بزنن. نمیدونم درگیری نبود، یه صحنه بود، یه توپ اومد، من بازیکن حریف افتاده، من ندیدمش اصلا، همون توپ رفت. آقا بنگر صدام هم زد ولی من دیگه ادامه بازی دارم، معذرت خواهی میکنم. یه ضربه بلند توپ رو یه لحظه دور کرد سرسالی، حالا موقعیت هست، یه ضربه از راه دور توی دروازه، توی دروازه چه گلی زد احسان حاجی صفی. حساب کار 1-1 مساوی، عجب بازی شده این شهرآورد اصفهانی ها. دو گل بسیار زیبا از دو بازیکن خیلی جوان، یکی از محسن مسلمان و یکی از احسان حاجی صفی. دیواره سه نفر دفاع انجام شد، یه ضربه خطرناک، یه پاس رو به جلو، آفساید نیست، در یک فضای خوب ضد حمله حالا برای زوباهن داره شکل میگیره، یه پاس در عرض، موقعیت و تو میگه توی دروازه قرار میگیره. گل دوم هم برای تیم زوباهن شکل میگیره. دقیقه 71 به نظر رسید که بازیکن برزیلی تیم ایگور کاسترو روی اشتباه خط دفاعی و دروازه‌بان سپاهان دروازه این تیم رو باز کرده. ضربه بلند فرستاده میشه به روی دروازه، اونجا باز هم مدافعین زوباهن داخل محوطه جریمه، تو به اسماعیل فرهادی میرسه، حالا یه زده حمله، خود فرهادی حرکت رو آغاز کرده، اسماعیل فرهادی داخل محوطه جریمه، اجازه کارو به اون نمیدم. وستن وی زوباهن spielen wird. میدونستی که زوباهن چجوری بازی میکنه؟ خیلی خوب بازی کردن، مثلا نیمه اول و 30 دقیقه اول. دقیقا تو همین زمان هم توی هافبک های ما وسط زمین خیلی آروم خیلی آهسته بازی رو ادامه دادن. توی این موقع هم هیچ موقعیتی پیدا نکردیم که بتونیم از پاسه سریع که رو زمین انجام دارن، یک کدوهای سریع که انجام دارن که بتونیم ضدشون حرکت های انجام بدیم. از اونجایی که دیگه زیاد هم وقت نبود سعی کردم بیشتر با توپای بلند کارو ادامه بدیم. آقای محسن بنگر هم پرسنت خط حمله نوک کمک بکنم، با این کارم یه ریسک خیلی بزرگی انجام داد. ما امروز متاسفانه به موقعیت گل خودمون نرسیدیم.